از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. مذاکرات اتمی بین رژیم آخوندی و کشورهای پنجه به علاوه یک در وین امروز پنجشنبه به پایان رسید. طی 3 روز گفتگو 4 دور مذاکره صورت گرفت. ظریف وزیر خارجه آخوندها در پایان این گفتگوها طی یک کنفرانس مطبوعاتی در وین اعلام کرد دور بعدی این گفتگوها در 17 مارس برابر با 26 اسفند در وین ادامه پیدا می کند. وزیر خارجه رژیم در این کنفرانس مطبوعاتی این مذاکرات را دشوار خواند و گفت در این 3 روز موضوعاتی رو که باید به اونها برای رسیدن به راه حل نهایی و توافق جامع پرداخته بشه مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادیم. کار بسیار زیادی در مقابل ما وجود داره و کار دشوار خواهد بود، ولی هر دو طرف احساس میکنیم که شروع خوبی برای این کار دشوار بوده و همینطور بر روی یک چارچوب زمانی توافق کردیم که بتوانیم در 4 ماه آینده به صورت مقدماتی بحث ها رو دنبال کنیم و یک چارچوب بحث رو هم توافق کردیم که ما رو به سمت رسیدن به راه حل کمک بکنه. خبرگزاری آسوشیتد پرس در همین باره گزارش داد رژیم تهران مجبور خواهد شد به مصالحه تن بدهد مگر اینکه برای شکست مذاکرات آمادگی داشته باشد. در این صورت تحریم ها علیه رژیم تهران ممکن است افزایش یابد. سران این رژیم به دولت دستور دادند چنانچه مذاکرات شکست بخورد گام های احتیاطی را در نظر داشته باشند. آسوشیتد پرس نوشت 6 قدرت جهان خواهان توافقی هستند که برنامه اتمی رژیم ایران را مهار و محدود می کند و به نقطه‌ای برساند که حداقل توانایی برای تبدیل به تسلیحات اتمی وجود داشته باشد. اورونیوز نیز گزارش داد کشورهای پنجه به علاوه یک مصرانه در پی ایجاد محدودیت‌ها و سازوکارهایی هستند تا رژیم ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند، اما رژیم ایران در پی برچیده شدن تحریم هاست. خبرگزاری رویتر نیز نوشت رژیم ایران و 6 قدرت جهانی در مورد دستور کاری برای مذاکرات بر سر برنامه اتمی مورد منازعه تهران به توافق رسیدند و مجدداً در ماه مارس در وین ملاقات خواهند کرد. از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات را سازنده و مفید دانست و گفت اگر رسیدن به هدف جلوگیری از تسلیحاتی شدن رژیم ایران نیازمند برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای باشد این مسئله بر روی میز مذاکرات جامع قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد ما چندین ماه است که به وضوح اعلام کردیم که هدف ما جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است. آخوند صادق لاریجانی سردشکم قوه قضاییه رژیم با نگرانی از عواقب زهر خوردن اتمی گفت در حال حاضر بازدیدهای سرزده از تأسیسات هسته ایران فراتر از متن توافقات انجام می شود. آنها در پی حل این مسئله نیستند و طرح موضوعاتی مانند تعیین تکلیف موشک‌های بالستیک در چارچوب مذاکرات اخیر و یا هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران نشان می‌دهد که به دنبال بهانه‌های واهی هستند. آخوند لاریجانی افسود توهین مسئولان آمریکایی در بحث توزیع سبد کالا نشان داد آنها صداقت ندارند و آزادسازی اموال کشورمان را هم به عنوان صدقه محسوب می‌کنند. یک معامله تسلیحاتی رژیم ایران در آلمان کشف شد و یک مأمور رژیم به اتهام خرید و صدور تجهیزات نظامی و دور زدن تحریم ها علیه رژیم در شهر بن در آلمان توسط مقام های امنیتی این کشور دستگیر شد. به گزارش آسوشیتد پرس مقام های آلمانی گفتند یک آلمانی ایرانی تبار را که مظنون به تأمین تجهیزات برنامه موشکی رژیم ایران می باشد دستگیر کردند. دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه 30 بهمن اعلام کرد این فرد که در پوشش تاجر فعالیت می‌کرد متهم به تأمین قطعاتی برای برنامه موشکی رژیم ایران به ارزش 230 هزار یورو معادل 315 هزار دلار
برای رژیم ایران بوده است. وی بین سالهای 2011 تا 2013 محصولاتی از آلمان و دیگر کشورها برای رژیم ایران تهیه کرده است. به گزارش رادیو آلمان، یک محموله سلاح رژیم آخوندی و قطعات هواپیماهای جنگی در یونان توقیف شد. این محموله که به خاطر نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط ماموران یونانی ضبط شده است، شامل قطعاتی برای هواپیماهای جنگنده F-4 و F-14 متعلق به رژیم ایران بوده است. رادیو آلمان به نقل از روزنامه تلگراف اضافه کرد، به گزارش رسانه‌ها، وزارت امنیت داخلی آمریکا در همکاری با ماموران یونانی از فروش غیرقانونی این قطعات پرده برداشته است. بنا به این گزارش‌ها، دلالان تسلیحات اسرائیلی دست‌اندرکار این قاچاق سلاح بودند و آنها دست کم دو بار کوشیدند که این قطعات را برای رژیم ایران ارسال کنند. عبداللطیف عزیزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در کنفرانس مشترک روسیه با این شورا دخالت رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه را محکوم کرد و گفت حضور سپاه پاسداران رژیم ایران در خاک سوریه و دخالت این رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه نشان دهنده هیچ علامت مثبتی از سوی رژیم ایران برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه نیست. جلسه علنی مجلس ارتجاع شاهد جدال باندها بر سر دریافت مالیات از نهادهای تحت امر خامنه‌ای بود. قاضی پور عضو مجلس ارتجاع گفت نهادها بنیادها انقلاب اسلامی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مالیات بدهند. آیا میخواهید برخی از اقدامات محرمانه نظام مقدس جمهوری اسلامی که دقیقاً به امنیت ملی ارتباط دارد آشکار نمایید؟ همکارا، در ظاهر گرفتن مالیات از واحدهای تحت امر رهبر معظم انقلاب است، مانند آستانهای مقدس رضوی، بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، نهادهای انقلاب اسلامی، استاد اجرایی، قرارگاههای سازندگی. آیا هر روز سر هر موضوع از رهبری معظم استعلام خواهد شد؟ یعنی برای رهبری معظم ما تعیین تشریف مشخص میکنیم، ایشان را وارد مطالب ریز اقتصادی میکنیم. همکنون کمک های نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم و مظلوم سوریه صادر میشود، باید مالیات داد. جهانگیری معاون آخوند روحانی اعتراف کرد 40,000 میلیارد تومان کسری بودجه در زمینه تامین یارانها وجود دارد. وی با اعلام اینکه در مرحله دوم هدفمندی یارانها قیمت باز هم بالاتر خواهد رفت گفت تاکنون 90,000 میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب کرده ایم، ولی 130,000 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شد. معاون آخوند روحانی گفت اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. تعدد مشکلات و ابعاد متعدد آنها باعث گردیده تا اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبرو شود.